دروغی به نام مبارزه با کرونا و واقعیتی تأسف‌انگیز به وسعت وضعیت قرمز و هشدار در تمامی ایران. آخوند روحانی با وقاحت تمام مدعی شد که با کرونا مبارزه می کنند. مردم میدونن ما دو تا دست بیشتر نداریم، با یه دست داریم مبارزه میکنیم با تحریم، با یه دست هم داریم مبارزه میکنیم با کرونا. دیگه هم دو تا دست بیشتر نداریم. روحانی دروغ میگوید. آنها نه تنها هیچ مبارزه‌ای با کرونا انجام نمیدهند، بلکه فعالانه در تلاشند تا این بیماری مهلک را گسترش دهند. آمار تلفات کرونا بهترین شاهد برای این مدعا است. کارشناسان حکومتی نیز به این واقعیت صحه می‌گذارند. پیام تبرسی، رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری، ضمن اشاره به هشدارهای پیشین می‌گوید که این آمار قابل پیش‌بینی بود و علت را چنین ارزیابی می‌کند. و نه دولت در واقع محدودیت‌ها را اجرا کرد، شاید محدودیتی داشتن برای در واقع ایجاد محدودیت‌ها را. به هر حال ما الان به این مرحله رسیدیم. اگر همین الان هم ما بخوایم کاری نکنیم، متاسفانه باز دوباره تا آخر آبان ما درگیر این مسائل خواهیم بود و بدتر بشه، ممکنه بشه اوضاع از این وضعیت. تبرسی در ادامه باز هم تأکید می‌کند که چنین آمار فزاینده‌ای محصول بی‌عملی حاکمیت است و هشدار می‌دهد که اگر کاری انجام نشود آمارها افزایش خواهد داشت و پیشبینی 600 مرگ کرونایی در روز تبدیل به واقعیت خواهد شد. من میبینم بعضی تعجب میکنن، ای چرا شد 337 نفر؟ خب بیماری که همینجوری کنترل نمیشه که، وقتی شما هیچ کاری نکنی بسپری در واقع به که امور خودش پیش بره، شاید یکی به قول شما رعایت بکنی یا رعایت نکنی، میشه این. الان هم اگر کاری نکنی ممکنه شما یه ماه دیگه شما بیاید دو برابر این آمار اعلام بکنید. متاسفم، خدا نکنه البته، خدا نکنه بشه، ولی میشه. ببین ما شهریور ما اینو پیش بینی کردیم، گفتیم ما نکردیم. این چیزایی که با جامعه آماری و رفتار اجتماعی و اون در واقع آماری که بذاره بهداشت پیش بینی میکردن، اونا پیش بینیشون بود که ما تو آبان ما ممکنه که برسیم به 600 نفر و الان میبینیم که ما داریم کم کم متاسفانه به اون عدد نزدیک میشیم. الان هم اگه باز کاری نخواهیم بکنیم. علی اکبر حق دوست از کارشناسان حکومتی نیز به اولویت‌های دیگر کارگزاران نظام اشاره می‌کند و چنین می‌گوید. و مسئولین هم ممکنه اولویت‌های دیگری در ذهنشون پررنگ شده باشه و فکر کنند که میشه با همین شرایط به تدریج از این موج بیماری گذشت، ولی تجربه جهان و کشور خودمون نشون داده که هر زمانی که بیخیال بیماری بشیم بر ما غلبه می‌کنه. وی در ادامه خاطرنشان می‌کند که این میزان از فوتی‌ها محصول عملکرد دستگاه طی مدت گذشته است و می‌گوید حتی اگر تمام پروتکل‌ها رعایت شود و کشور هم برای 2 یا 3 هفته تعطیل شود، باز هم تعداد فوتی‌ها بالا خواهد ماند. اگر فردا بهترین پروتکل‌ها رعایت بشه، اصلا کل کشور تعطیل بشه، باید فکر کنم تا 2-3 هفته دیگه همینجور تعداد موارد و فوتی ها متاسفانه بالا خواهد بود. بله، شرایط به حدی جدی است که نمکی وزیر بهداشت رژیم نسبت به سیاه چاله‌ای هشدار می‌دهد که درآمدن از آن بسیار صعب و دشوار خواهد بود. این استراب، این نگرانی، این تشویش خاطر که چه خواهد شد، به کجا می رویم، وقتی آمارهای استانها را هر شب دارم مطالعه می کنم، واقعا یکی از استراب‌های من این است که خدای نکرده به سیاه چاله‌ای بیفتیم که در آمدن از اون سیاه چاله کار بسیار صعب و دشواری است. نمکی در بخش دیگری از سخنانش می‌گوید که تهران منبع ویروس است و به رغم تمامی هشدارها کاری برای این کلان شهر انجام نشده و حتی یک اتوبوس هم اضافه نشده است. وی هشدار می‌دهد که اگر این بال شکسته ما را ترمیم نکنند، اپیدمی در این مملکت جمع نمی‌شود و ما ته رودخانه باید جنازه جمع کنیم. در این بین حریرچی معاون کل وزیر بهداشت گفت که حتی همین آمارها نیز واقعی نیست و باید ضریبی تا 2.2 دهم برای آن در نظر گرفت. این در حالی است که مسعود مردانی عضو ستاد حکومتی کرونا مدعی شد که در حالی آمار روزانه مرگ ناشی از کرونا به 337 مورد رسیده است که این آمار هم واقعی نیست
و برای آن که بدانیم در واقعیت چند نفر روزانه تلف می شوند، این عدد باید ضرب در 2.5 شود تا عدد اصلی به دست آید. زهرا بهرام نژاد عضو شورای حکومتی شهر تهران نیز میگوید شدت بحران به لحاظ کرونا به حدی رسیده که باید حتما تعطیلات کامل 2 هفته‌ای در پایتخت اجرا شود. آمار متوفیان کرونا طی چند روز اخیر از 300 نفر در کشور عبور کرده و نیمی از جانباختگان مربوط به تهران است. وی میافزاید به نظر میرسد با توجه به آمار وارد موج 4 کرونا شده ایم. روزنامه حکومتی رسالت در رابطه با شکست رژیم در مبارزه با کرونا می نویسد مرکز پژوهشی در گزارش خود شیوه کشورمان را برای مقابله با این پاندمی نقد کرد و با استناد به 2 روش رایج در کره جنوبی مشتمل بر قرنطینه کامل و تست حداکثری که تا حد زیادی سبب مهار این بیماری شده ایران را در هر دوی این زمینه‌ها ناموفق دانسته و نوشته است در ایران هیچ کدام از این 2 سیاست به درستی و کامل اجرا نشده است. نه قرنطینه شهری به طور کلی یا در مراکز شیوع به صورت جدی دنبال شده است و نه سیاست انجام تست حداکثری و ایزولاسیون. بله، آخوند روحانی دروغ میگوید که در حال مبارزه با کرونا هستند. چرا که راه مبارزه با کرونا قرنطینه کامل و تمام عیار کل کشور به علاوه تست حداکثری است. که هر دوی اینها از اختصاص 10 میلیارد دلار هزینه بلاعوض برای مردم و رایگان کردن درمان و امور پیشگیری کرونا عبور می‌کنند. کاری که خامنه‌ای باید با استفاده از بنیادهای چپاولگر زیر دستش نظیر بنیاد مستضعفان و آستان قدس و ستاد اجرایی فرمان خمینی ملعون و قرارگاه خاتم سپاه پاسداران انجام دهد و دارایی‌های مردم را به خودشان بازگرداند. آخوند روحانی و خامنه‌ای در حالی که خودشان در قرنطینه کامل هستند از قرنطینه کشور سر باز می‌زنند و بهای تست حداکثری را نیز نمی‌پردازند اما دور نیست که دروغ‌های روحانی بر سرش خراب شود چرا که به قول یکی از کارشناسان حکومتی بستر برای شورش جدی‌تر از پاییز پارسال وجود دارد و تداوم و تشدید این وضع قطعاً محبوبیت که هیچ حتی مشروعیت نظام جمهوری اسلامی ایران را به شدت کمرنگ و کمرنگ‌تر خواهد کرد. نظامی هم که مشروعیت و محبوبیت نداشته باشد قطعاً به یک باد بند است.